اینجا ساحل بایولاچوت در شهر امپایر واقع در لوئیزیانا از ایالت‌های جنوبی آمریکا است. جایی که افزایش سطح آب و ساخت و ساز در مناطق ساحلی پرورش صدف خوراکی را با مشکل مواجه کرده است. با پیشروی آب خلیج مکزیکو، پرورش دهندگان صدف خوراکی که نسل هاست در این منطقه فعالیت می کنند، با مشکلات زیادی روبرو شده اند. صنعت پرورش صدف در این منطقه به روزهای آخر خود نزدیک می شود. خانواده میچ جورسیج سه نسل است که در این ساحل به پرورش صدف مشغولند. پدر بزرگ و مادر بزرگ او اوایل 1900 میلادی از کرواسی به آمریکا مهاجرت کردند و کنار این ساحل خانه و مزرعه پرورش صدف خود را ساختند. اما حالا کل مزرعه زیر آب فرو رفته و تنها چیزی که باقی مانده ستونهای چوبی آن است. به گفته میچ جوریسیچ، خانواده او خیلی پیشتر وقوع چنین حادثه ای را پیش بینی کرده بودند. جایی که ما در حال حاضر صدف پرورش می‌دهیم قبلا زمین بوده. مادر و پدرم دهه 70 میلادی به سپاه مهندسی ارتش ایالات متحده، مقامات ایالتی و وزارت منابع طبیعی نامه نوشتن تا بهشون اطلاع بدن اینجا یه مشکلی داره اتفاق می‌افته که باید حل بشه. ما از همون موقع داشتیم کم کم زمین‌هامون رو از دست می‌دادیم. توی سیلبندهای خاکی اینجا آب ریخته کرده بوده که باید جلوشون گرفته می‌شد. بعد از طوفان مرگبار کاترینا در سال 2005 میلادی، یک سد خاکی و سیلبند جدید در شهر امپایر ساخته شد. جزیره های سدی یا تپه های ماسه‌ای که در امتداد ساحل لوئیزیانا قرار دارند، اولین خط دفاعی در برابر جزر و مد و طوفان هستند. البته این سیلبند ها سرعت فرسایش زمین های ساحلی را افزایش می دهند. متخصصان میگویند در صورت عدم توقف افزایش سطح آب در این منطقه، ممکن است حتی نیو اورلئان، بزرگترین شهر ایالت لوئیزیانا، هم دچار سیل شود. اخیراً طوفان بزرگ دیگری به خانه‌های نزدیک اسکله مارینا لطمه شدیدی وارد کرده است. وقتی از اینجا رد شدیم بهتون نشون دادم سطح آب کجاست. اگه دروازه های سیلبند ها نبودن، شهر امپایر 1.5 متر زیر آب بود و ما حالا اینجا نبودیم. منظورم اینه که اینجا رو سیل می گرفت. در حال حاضر یک پروژه عظیم چند میلیارد دلاری برای انحراف آب و زمین سازی در سواحل این ایالت در جریان است. این پروژه باعث طغیان آب رودخانه میسیسیپی و سیل در جنوب شرقی ایالت شده و همچنین تعادل شوری آب که برای صدف و حیاتی است را به هم زده است. برنامه مقامات لوئیزیانا برای بازسازی زمین‌های ساحلی به صنعت غذاهای دریایی این ایالت آسیب جدی وارد کرده و حالا صنعت پرورش صدف این منطقه با آینده‌ای نامعلوم روبروست.